بیل گیتس سرشناس رو همه میشناسن. اون شرکت مایکروسافت رو در سال 1975 تأسیس کرد و تا حالا اسم اون رو تو جاهای مختلفی مثل لیست خیرین و ثروتمندان دیدیم و امروز میخواییم در مورد خبر جدایی اون از همسرش بعد از 27 سال زندگی مشترک واسهتون بگیم. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید. همراهان صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه. اینجا قراره کلی ویدئوهای لاکچری و جذاب با هم دیگه ببینیم و درباره موضوعات جدید یاد بگیریم. لطفاً فراموش نکنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید تا هر ویدئوی جدیدی که آپلود میشه ازش با خبر بشید. بیل گیتس در سال 1987 در یک مهمانی شام با ملیندا فرنچ که از کارمندان مایکروسافت بود آشنا شد و در سال 1994 در هاوایی ازدواج کردند. این زوج دارای دو فرزند دختر و یک فرزند پسر هستند که کوچکترین اونها 18 سال است. ملیندا در سال 2013 سوی مجله فوربس بعد از آنگلا مرکل و دیلما روسف به عنوان سومین زن قدرتمند جهان شناخته شد. بیل گیتس برای مدت 15 سال پیاپی به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد تا سال 2010 که یک بازرگان مکزیکی جای اون رو گرفت. این اتفاق تو سال 2014 دوباره تکرار شد و اون اولین فرد ثروتمند جهان شد. در سال 2018 دومین فرد ثروتمند جهان بعد از جف بزوس شد و در حال حاضر دارایی خالص اون چیزی معادل 124 میلیارد دلار عنوان میشه که بخش اندکی از اون صرف خرید عمارت‌های چند صد میلیون دلاری، خودروهای لوکس و هواپیماهای شخصی میشه. همچنین خانه اون یکی از مدرن‌ترین و گرون‌ترین خونه‌های جهانه که روی تپه‌ای با منظره دریاچه در واشنگتن به ارزش 125 میلیون دلار قرار گرفته. در بین دارایی‌های اون مجموعه‌ای از نوشته‌های لئوناردو داوینچی به ارزش 30 میلیون دلار به چشم می‌خوره. اون همچنین اعلام کرده که بعد از مرگش قرار نیست این ثروت هنگفت به بچه‌هاش برسه و تصمیم گرفته صرف امور خیریه بشه تا کمکی باشه برای ضعیف‌ترین اقشار جهان. اون و همسرش بنیاد خیریه‌ای به نام بیل و ملیندا گیتس رو با سرمایه 28.8 میلیارد دلار تأسیس کردند تا از فعالیت‌های بشردوستانه خودشون در زمینه بهداشت جهانی و آموزش حمایت کنن، به این امید که تمام مردم دنیا بتونن به آموزش و بهداشت دسترسی داشته باشن. این کمک شامل 3.6 میلیارد دلار به بهداشت جهانی و 2 میلیارد دلار به توسعه آموزش در مناطق محرومه. این کمک در آمریکا و کانادا به صورت اهدای رایانه و دسترسی به اینترنت در کتابخانه‌های عمومی بوده. اونا همچنین کمپین The Giving Pledge رو بنیان کردن که افراد ثروتمند رو به بخشیدن قسمت عمده‌ای از سرمایه‌شون تشویق می‌کنه. این زوج در تاریخ خیرین آمریکا به عنوان بخشنده ترین بشردوستان آمریکایی شناخته میشن. در سال 2019 یک مستند سه بخشی از زندگی این زوج در نتفلیکس پخش شد که در بخشی از اون به طور خلاصه به بررسی روابط اونها پرداخت. بیل گیتس 65 ساله و همسرش ملیندا 56 ساله با انتشار توییتی مشابه در صفحه های شخصی خودشون از پایان زندگی مشترکشون بعد از 27 سال خبر دادن و اعلام کردند که بعد از تلاش‌های بسیار و اقداماتی در راستای حفظ این رابطه ازدواجشون شکست خورده و دیگه نمیتونن در مرحله بعدی زندگیشون به عنوان یک زوج در کنار هم رشد کنن و خواستار احترام به حریم شخصی خانوادهشون هستن. معمولاً موقع طلاق هر چیزی که بعد از ازدواج به دست اومده به طور مساوی بین زوجین تقسیم میشه، اما این تقسیم ثروت بسیار پیچیده تر از جدایی جف بزوس و همسرش که در سال 2019 اتفاق افتاد خواهد بود، چرا که ثروت اصلی گیتس که از مایکروسافت میاد کمتر از 20% از کل ثروتش به حساب میاد و اونا بخش زیادی از اون رو به خیریه بیل و ملیندا منتقل کردن. اما به نظر میرسه اونا در مورد نحوه تقسیم اموال مشترکشون به توافق رسیدن. اگرچه جزئیات بیشتری در این مورد فاش نشده، اما بنیاد خیریه اونا در بیانیه ای اعلام کرد که این دو فرد به شکل دادن استراتژی های سازمان ادامه میدن و از اهداف اون پشتیبانی میکنن. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. آیا شما هم از شنیدن خبر جدایی بیل و ملیندا گیتس شوکه شدید؟ نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید، فراموش نکنید برای حمایت از ما لایکش کنید.